من باید کاری برای خودم بکنم. اینی که نمیشه امکان پذیر نیست. طبیعتاً میشه وقتی من اعتیاد به مواد مخدر رو به الکل بتونم بذارم کنار، این که دیگه خیلی ساده تره. باید خودم رو تست بکنم. آیا من با اینکه میخورم ولی هنوزم باز میخوام بخورم؟ اینا همه نشانه های پرخوری دیگه. بعد این مسئله هوس کردن، بعضیا میخورن 15 دقیقه بعدش یه دفعه احساس میکنن که دوباره میخوام بخورن. اینجاست که بعد حالا نگاه کنیم ببینیم چه باید کرد برای پرخوری. کاری که باید کرد اینه که من حالا ممکنه بعضیاتون بخندین، ولی میگم یه دستبندی، یه چیزی بذارین، این بشید بس دستبند دوستتو، دوست خوبتو. اگه میری تو مهمونی کیک آنچنانی رو داری میبینی، غذاهای آنچنانی رو داری میبینی، تعارف میارن بهت میکنن، این دستبند که دوست توه، که در حقیقت منطق توه، همراه با توه، این به تو یادآوری بکنه که حواست باشه اون بشقاب دشمن توه. یعنی حالت دوست و دشمن با خودم درست کنم، بین خودم و خودمه. حالا دوست دارم با کسی هم شیر کنم، هیچ اشکالی نداره، ولی حواسم باشه که این منطق من همراه با منه. کم کم این دستبان از بین میره، احتیاج نداره همیشه دستبان باشه، هر چیزی که من، چون اگه مثلا بگیم که مامانت بگه، بابات بگه، شوهرت بگه، خانمت بگه، بچه‌هات بگن، آدم ناراحت میشه. برای هر کسی فرق میکنه دیگه، هر کسی به یه چیزی اصلا آدم ناراحت میشه اگر که مثلا شوهرش بهش میگه نخور یا مامانش بهش بگه نخور. این از کودکی به من همش گفتن نخور نخور، منو حریص کردن. حالا بازم به عنوان یه بالغ توی بچه به من میگی نخور، و حالا مثل یه قولی میمونه که خودمون به خودمون دیگه. دقیقاً. نه، توانایی و کنترل و اداره کردنه در حقیقت. این چیزی که من میخوام به خودم بدم، توانایی خودم به خودمه. کسی منو کنترل نمیکنه. تو هیچ کدوم از ماها کنترل شدن رو دوست نداریم. دوست نداریم کسی به ما بگه چیکار بکن چیکار نکن. از ما هم دوست نداریم. لجبازی میکنیم. خیلی هم ناراحت میشیم. بعد خجالت زده میشیم جلو دیگران. تو فکر کن رفتی مهمونی، یه دفعه بچه من یا شوهر من یا مامان من یا زن من برگرده بگه که مواظب باش آداری زیاد میخوری. خب من خجالت میکشم جلو دیگران. به همین خاطر برای اینکه اون سلف ریسپکت یا حرمت نفس و احترام به نفس خودم داشته باشم، من بتونم اینجوری خودم رو، یعنی یادآوری به من بشه، چون دوپامین مغز احتیاج داره اون لذت رو میخواد، میره سراغ چیپس و جوش شیرینی، چون میخواد اینا بیاد اون شادابی و اون نشاط لحظه‌ای رو به من بده. ولی بعدنه که اون وقت من گرفتارش میشم. اینجاست که یه چیزی که منو یادآوری میکنه، این به من امنیت و آرامش میده که این خودمم که دارم خودم رو کنترل و اداره میکنم، احتیاج ندارم کسی به من بگه. بعد برم تو آب، خیلی راحته تو آب، ورزش‌های مختلف. اگه شنا بلد نیستین اصلا اشکال نداره، توی آب ورزش‌های متفاوت اگر بکنین، نیم ساعت در هفته یا در هفته چند روز نیم ساعت، خیلی تو آب خسته نمیکنه. حسن آب اینه که آدمو خسته نمیکنه، هم ریلکس میکنه، استراحت هم ریلکس میکنه، هر چی ورزش میکنی تو آب خسته نمیشه، چون وزنتو تو آب میگیره، خسته نمیشه، چون آدم که این مقدار چاق باشه یا اصلا لاغری ولی اهل ورزش نیستی، یه ذره که ورزش میکنی بهنن میفتی میگه خسته شدم، ولی تو آب خوشبختانه آدم خسته نمیشه. به همین خاطر میتونه هفتگی برنامه خودشو بچینه بره ورزش بکنه. آدم شویدن خیلی خوبه، یعنی به محض اینکه من احساس میکنم که وای داره دوباره حواسم پرت میشه، دارم میرم سراغ اون اعتیادم، میخوام برم اون چیپس رو بردارم، شکلات رو بخورم، آدامس رو بذارم تو دهنم. دلیلش چیه؟ ببین وقتی که آدامس داره میجوه دهن، سایکولوژیکلی روانشناسی دارم میگم، دهن شروع میکنه به جوید، حرکت کردن، به مغز داره میگه من یه چیزی دارم میخورم، و همین باعث میشه که مغز دیگه تحریک نمیکنه، مغز آروم میکنه، سروتونین آرامش میده به آدم. چون اصلا خیلی خوام ما باید عادت دارم به ناخونک زدن، هی از هر چیزی یه تیکه کوچولو بردارم بخورم. بعد قدیما من چقدر نشخوار میکنی، یعنی اصلا دهن وای نمیسته، همین تو این دهن داره میجمه میخوره و میره. آدمش جلو رو میگیره، واقعا آب دوباره خیلی جلو اشتها رو میگیره، این گردو و بادوم و اینا دوباره جلو اشتها رو میگیره. به وقتی که موز در برابر پیراشکی، یه موز بزرگ به همون اندازه شیرینیت، ولی شیرینی طبیعی داره، یه دونه موز ما بیشتر دیگه نمیتونیم بخوریم اگه موز بزرگ باشه، ولی پیراشکی رو ممکنه دو سه تا پشت سر هم بتونیم بخوریم. چیزایی که میتونه جلوی گشنگی منو بگیره رو من باید با زرنگی، چیزایی که منو سیر میکنه و سالمه، من اینا رو بخورم که بتونه جلوی گشنگی و همون حریص بودن منو بگیره. مسئله خیلی مهمتر اینه که استراب من، ریشه استراب من چیه؟ چرا دارم میرم موقتی خودم رو آروم کنم؟
ببین برمیگردیم به یه به همون تئوری که قبلا چند ماه پیش در موردش صحبت کردیم. یه جرقه میاد برای من، برای یه لحظه منو تحریک میکنه اون جرقه که افکارم ناراحت شده، از دست تو ناراحتم، از دست اون ناراحتم، سر کار ناراحتم، مدرسه ناراحتم، میرم فکرم به هم میریزه، فکرم که به هم میریزه احساسمو به هم میریزونه، برای اینکه میرم سراغ رفتاری که آرومم کنه. رفتار موقتم تو برای خوردن اینه که برم یه چیزی بزنم به دهنم. وقتی یه چیزی میذارم به دهنم آرامش موقت به من میده، اما پشت سر اون آرامش موقت کوفت و زهر مارم میشه. یه دفعه به خودم میام که آخ دیدی دوباره خوردم، و بعد خودم رو اذیت و آزار ندم که اصلا دیگه من باید خیلی استریکتلی هیچی نخورم، چون اینجوری دوباره حریص بودن رو دوباره تحریک میکنه. آدم دوباره احساس اینی که نمیتونم بخورم بیشتر آدم رو تحریک میکنه و بیشتر ممکن خطر ریلپس داره، یعنی مثل الکلی که متوقف کرده بعد دوباره میگه آه بابا اینقدر بیشتر نمیخورم، من میتونم خودم رو کنترل کنم. گول نخوریم، گول نزنیم خودمونو. ببین مثل یه آدم الکلی، یه آدم معتاد اینجا وقتی که میخواد صحبت کنه 20 سال گذشته کنار، میگه من الکلی هستم، نمیگه الکلی بودم. در مورد همه اعتیادمون بعد سر خودمون رو کلا بذاریم، همیشه بعد این یادآوری رو به خودمون داشته باشیم که من پرخور هستم، برای اینکه هر لحظه ممکنه که دوباره از دستم رد بشه و این مصیبت برای من به وجود بیاد. اینه که خیلی جدی باید بگیرم از سلفیشی و با خودمون رو راستم باشیم، تو هر صادق باشم، اینقدر سخت نگیریم که نمیشه، امکان نداره، نه افراط و نه تفریط. نمیخوام سایز زیرو کنم و سایز شیش بکنم خودم، که آدم سرگیجه میگیره این استخونا رو میبینه، نه اینم که چاق باشم که خودم عذاب بکشم و اطرافیانم عذاب بکشن. و بعد سلامتی خب طبیعتاً دیگه پروف شده است دیگه، ما سکته مغزی میاره، سکته قلبی میاره، بیماری‌های متفاوت میاره. و چقدر تأسف آوره که من بخوام با دست خودم، وقتی من میتونم از منطقم استفاده بکنم، امکان استفاده کردن از منطقم هست، باید کوشش کنم. بعضیا براشون خیلی مشکله، اگر میتونن کمک حرفه‌ای هم بگیرن که در کنار کمک حرفه‌ای و مونیتور شدن با اون کمک حرفه‌ای کارشون رو سریع‌تر انجام بدن. خب این چیزی که خیلی زیاد تو فرهنگ ما، مسئله اینه که بشقابتو باید تا ته بخوری، تمیزش کنی، این جزء فرهنگ ماست که باید و این خیلی خطرناکه بعضی وقتا. ببین من باید به اندازه برای خودم یا برای بچه‌ام بکشم، که اگرم بچه‌ام نخورد آخر دنیا نیست. یه مامانی میگفتش که من هم بشقاب همه بچه‌هامو به خاطر این چاقم که بشقاب همه رو میگم اسراف میشه. بذار خودشو در آورده که اسراف نشه، اسراف بشه بهتر، اینه که خودتو بیمارو چاق کنی. یعنی از منطقمون استفاده کنیم، و اینی که باید این بشقابم تمیز بشه، باید مثل بعد مقایسه میکنه. به خواهرت نگاه کن، یاد بگیر ببین چه قشنگ غذاشو میخوره،